بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. هفته اول محرم به نام هفته امر معروف گذاشته شده. امر به معروف یعنی امر به خوبی ها، نهی از منکر یعنی نهی از بدی ها. وظیفه یه که قرآن میگه حتی بچه ها هم باید امر معروف کنن. اگر بچه ای دید خلافی رو میتونه نهی از منکر کنه. بابای سیگاری بود، یه شعری بچهش یاد گرفته بود علیه سیگار، به ضد سیگار. تا باباش میرفت سیگارو کرد، راست باباش شعره رو میخون. باباش عصبانی شد، گفت برم تو مستراح میخونم، میکشم. رفت تو مستراح، بچه رفت پشت در مستراح باز شعره رو خون. بالاخره پدره عصبانی شد، سیگارش خاموش کرد، دیگه هم نکشید. بچه‌م باید قرآن بخونم. لقمان میگه بچه جون نگو ما بچه‌م، یا بنی پسر کوچولو اقم الصلاه، بعد میگه و امر بالمعروف. اگر یه وقتی گفتن اسلام راجع به آزادی چی میگه، شما ایتو بگو که واجبات امر معروفه. اگر بالاترین شخصیت مثل رئیس جمهور گرفتار خلافی شد، یه دختر 9 ساله در قانون اسلام اجازه داره به رئیس جمهور نهی از منکر کنه. این علامت آزادیه. امر معروف یعنی محیط آزاده. امر معروف یعنی دل میسوزه نگو به ما چه. اگر کسی راه میره خلاف میبینه، یا با زبان یا با قدرت و با زور یا لااقل با عبوس کردن، حداقل عبوس کنیم، گناه دیدی عبوس کنیم. اگر کسی با هیچ رقمی با منکر برخورد نکرد، حدیث میگه این مرده، منطور باد میره تو ریش، مرده نفسکش. فهو میتون بین الاحیاء، میت یعنی مرده، بین الاحیاء بین زنده هاست. چون دوتا مرده داریم، خدا رحمت کند مرحوم پرورشو، میگه ما دو رقم مرده داریم، مرده افقی قبرستون، مرده عمودی آدمای بیخاصیتی که تو خیابون راه میرن. مرده افقی داریم و عمودی. این جمله از این حدیث برداشته میتونه بشه، فهو میتون بین الاحیاء. حالا چون چرا هفته اول گفتن هفته اول محرم گفتن هفته اول معروف؟ چون امام حسین فرمود میرم کربلا، اینی ارید و ان آمار بالمعروف، میخوام ام معروف کنم. معلومش ام معروف هم لازم نیه همیشه یواش بیا یواش باره، گاهی هم آدم باید بره زیر سمعه است، چون منکر فرق میکنه. منکر اگر قوی بود، اگر چوب کلوف بود، تبرش هم باید قوی باشه، وگرنه با قشکن. اگر چوب قوی بود تبرش هم باید قوی باشه. ورداشتن رژیم بنی امیه، رژیم بنی امیه یه قدرتیه، معاویه خیلی کار کرده بود. یه رو میخواست ببینه چقدر کار کرده، گفت یه رو چهارشنبه تصمیم بگیریم نماز جمعه بخونیم، ببینیم کسی جرأت میکنه بگه آقا امروز چهارشنبه. به مردم گفت چهارشنبه بیاید نماز جمعه بخونیم، همه رفتن نماز جمعه بخونن و کسی جرأت نکه بگه امروز چهارشنبه. یعنی این تو خفقان، سکوت، ترس، وحشت. به هر حال بنی امیه رژیمش منکره، برداشتنش با نصیحت نمیشه، با راهپیمایی یا تومار و شعار و دیوار نویسی نمیشه. یه امام حسینی باید باشه برای این خط رو بشکنه، خط وحشت رو بشکنه، به مردم جگر بده، جرأت بده. بعد از قیام امام حسین بگن چه کاری بود کردیم، چه غلطی کردیم. زینب کبرا و امام سجاد تو شام سخنرانی کرد که حدود 60 نفر از دونه درشتای شام اومدن اصرار کردن، گفتن کلا سرم رفته، نفهمیدیم به نمایی کی بوده. بالاخره سخن افشاگری با بیان، با قلم، با نامه. حالا من در این جلسه میخوام کلامی از امام حسین بگم راجع به امر معروف. کتابی راجع به امر معروف نوشتم، او کتاب تلخیص شده
و من از اون تلخیص باز یه صفحه برای همه مردم بگم. امام حسین فرمود صاحب الامر بالمعروف یحتاج الى، کسی میخواد امر معروف کنه چه جوری چه کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع امر به معروف به مناسبت دهه هفته اول محرم. اول اینو بهتون بگم، همیشه امر به معروف قبل از نهی از منکره. اول میگن امر به معروف، بعد میگن، یعنی چه؟ یعنی سراغ معروف ها بروید، منکر ها کم میشه. نماز معروفه، خود نماز اگر خوندی یه آدم نمازی تنها عن الفحشای و المنکر. شما ازدواج آسون کن، خلافکاری کم میشه. ایام فراغت شو با یه چیز حلال پر کن، یه خنده حلال تولید کنید در اختیار مردم بذارید، مردم دیگه وقتی میخوان بخندن گرفتار حرام نشن. یعنی همیشه باید از معروف در منکر رو بس. وقتی خدا به آدم میخواست بگه گندم نخور، اول گفت و کلا من هما رغدن حیث و شئت ما، آدم و حوا هرچی میخواید بخورید، بعد گفت ولا تقربا هذه الشجره. وقتی حضرت لوط میخواست جلو به لواط بگیره، گفت ها اولای بناتی هن اطهر لکم، بابا دختر دارم بیاد عقد میکنم بهتون میدم، ازدواج بکنید، بعد گفت لواط نکنید. یعنی نمیشه بگیم که حال بچه هم لیسانس بشه، آقای غرسی دعا کنید بچه ها پاک باشن. دعا نمیخواد، زنش بده، شوهرش بده. هرچی شوهر میاد بره دختره میگه میخوام لیسانس بگیره، بعد لیسانس میگه فوق لیسانس بگیره، دختره بزرگ میشه، پسره بزرگ میشه، خب آسیب پذیرم دیگه. بعد میگه دعا کن ازدواج آسون کنید، فساد کم میشه. حالا امام حسین فرمود شرایط امر، صاحب الامر بالمعروف شرایط کسی که امر به معروف میکنه. اول اینو بگم، بعضی هم میگم برو نمیخواد به من نصیحت کنه، برو خودتو درست کن، من هم با خودم درست کنم هم با تو درست کنم. یه مسئله الان که میامده میکی از دوستان زد، در کوهنوردی یکی دارن میرن بالا کوه، یکی به ستاره میگه بده من دستتو، برو گم شو، تو خود هنوز به قله نرسیدی. من به قله نرسیدم ولی یه قدم از تو جلوترم، با همون یه قدمه میتونم تو رو کمک کنم. کسی لازم نیست که کسی که امر معروف میکنه خودش به قله رسیده باشه و هیچ عیبی نداشته باشه. ممکنه من 16 تا عیب دارم، من در عیب مثلا من 16 تا عیب دارم. حالا این ممکنه کوچیک بگیم، مثلا سیگار، سیگاری که نیستم میگم آقا نکشی سیگارو، نگو آقا تو خودتم یه عیبی داری، من خودم هم عیب دارم، ولی تو این سیگار که من باقی عیبام که نمیگم، که من در این امر معروف از تو جلوترم. بنابراین این یک امر معروف نشونن دهنده اینه که من دینمو دوست دارم، نشونن دهنده اینه که مردمو دوست دارم، نشونن دهنده اینه که وجدانم بیداره، خرف نشدم، غافل نشدم. میگه که شرایط بازی، یک العالم بالحلال بالحرام، یک العالم بالحلال والحرام. خیلی وقتا یه کاری رو فکر میکنه منکره، معروفه، یعنی اول باید بدونی واقعا منکره، واقعا منکره. گاهی وقتا یه چیزی رو امر و نهی میکنی واقعا که گناهی ثابت نشده، باید عالم باشه. دوم فارغم من خواسته نفسه، فارغ فارغن یعنی دور باشه، من خواستت نفسه یعنی گرفتار نفس نباشه، یعنی دکونش نباشه. گاهی وقتا انسان یه کاری میکنه دکونشه، دلش برای دین نمیسوزه، این شغلشه، یعنی خودش همه امر به معروف نهی از منکرش یک نفس خلاصه. من یه وقت مثال زدم، به نظرم تو تلویزیون مثال زدم، تو ذهن من ببینید، گاهی یه دختری میاد به من گفتگو کنه،
کجا؟ روبرو جمعیت. مردم نگاه میکنن ببینیم که آقای قرائتی به این دختره چجوری نگاه میکنه، نگاه میکنه یا نه، و اگر نگاه میکنه لحظه نگاه میکنه یا نه، نگاه طولانی میکنه، با وقار صحبت میکنه یا نه، یا لبخند هم بهش میزنه. من ببینم مریدام نگاه میکنن سرم پای میندازم حرف میزنم. این نه به خاطر اینکه من میخوام گناه نکنم، برای اینکه میخوام مریدام از دست ندم. نه، اگر به دختر نگاه کنم که قرائتی دیدی دختر چجوری نگاه میکنه، من برای که مریدام از دست ندم نگاه نمیکنم. ولی این نفسه، برای خدا نیست. گاهی وقتا یه چیزی دکونشه. سوم، ناصحاً للخلق. ناصح یعنی خیرخواه باشه، ناصح یعنی خیرخواه باشه، ناصحاً للخلق. رفیق کسی هم معروف میکنه باید رفیق مردم باشه، دلسوز مردم باشه، مردم رو تحقیر نکنه. داغین علیهم به لطف، با لطافت، به لطف با لطافت حرف بزنه، خشن حرف نزنه. حسن البیان بیانش زیبا باشه. و ما گفتم وقتی اذان میگی، اذان هم معروف هست، چون میگیم حی علی الصلاه، مردم رو به نماز دعوت کنی، خب این هم معروفه، حی علی الصلاه هم معروف. میگه آدم خوش صدا باشه در پیش نماز، میگن پشت سر کسی نماز بخون که قرائتش بهتر باشه، اقرأهم، قرائتش بهتر باشه، افقههم، باسوادتر باشه. عارفن به تفاوت اخلاقهم، عارف یعنی معرفت داشته باشه، بشناسه چی؟ به تفاوت اخلاقهم، بدونه هر کسی به تفاوت اخلاقهم، یعنی بدونه اخلاق مردم، بدونه با هر کسی یه جور حرف نزنه. یه وقت من یه مثال زدم، گفتم گردگچ که میشینه رو آستین شما با سیری بلندش میکنی ها، اما دوده که نشست که نمیتون کنه دوده، اگر دوده بشینه هم چه کنی؟ دست سیاه میشه، دوده هم بره فرو، دوده رو باید همچی بلندش کرد. یعنی بدونیم فرق است بین گردگچ و دوده، همه رو نمیشه با یه جور صحبت کرد. شما یه الله اکبر رو چند جور میگی؟ یه وقت الله اکبر رو شب 21 بهمن میگی؟ میگی الله اکبر. یه وقت تو راهپیمایی میگی؟ میگی الله اکبر. یه بار سر نمازی میگی الله اکبر. سر نماز میگی الله اکبر. یه بار تعجب میکنی میگی الله اکبر. یا بار تو مسجد تکبیر میگی، میگی سمع الله لمن حمده الله اکبر. ببین یه الله اکبر رو با چند رقم میگی؟ اینو با چه جور باش صحبت کرد؟ اینو با چه جور باش صحبت کرد؟ این دفعه اولش اومده مسجد، اگه خواسته باشی امر معروف نهی از منکر کردش کنی این میبره، دفعه اولشه. ما وقتی میریم سخنرانی کنیم 5 دقیقه هم آدم پامین برم نشسته. بعضی آدم هایی مغرور نشستن، خیلی انگار از دماغ فیل افتادن، پامین برم که میشینن همچنین میشینن. بعضی آدم ها عاشق و اومدن چیز یاد گرن، پامین برم همچنین میشینن. بعضی آدم ها بی تفاوت هن، پای منبر همچی میشینن. بعضی آدم ها فراری هن، پای منبر همچی میشینن. میخواد درده، اصلا نمیده چیز یاد گیره،
اومده شام بخوره. به کسی گفتن بریم روزه، گفت من شام خوردم. خیلی فرق میکنه. کسی که امر معروف کنه باید انسان شناس باشه، روان شناس باشه. این در چه حال؟ یه حال عصبانیه. چی باید بهش گفت؟ اگر معلم زیر نمره 20 نصیحت کنه شاگرد میگه چشم. اما اگر معلم نمره 0 داد به شاگرد بعد گفت فرزند عزیزم ناخونادو بگیر، میگه نمیخوام ناخونام بگیرم، به تو ربطی نداره. زیر نمره 0 که نصیحت نمیکنی. او شبی که بره دخترت گوشواره میخری نصیحت کن. وقتی که پول به خانم میدی نصیحت کن. خانم پول میخواد ندارم. مواظب باش همچی کنی همچی کن. برو تو دیگه حرف نزن. یک قرون نداره آره ارد میده. وقتی پول میدی حرف بزن. همچینی خانوما؟ خودشون گفتن بله. وقتی پول به خانم میدی نصیحت کن. وقتی نمره 20 میدی، وقتی گوشواره میخری. این خیلی مهمه. عارفن به تفاوت اخلاق هم. ان للقلب اقبالا و ادبارا. حدیث داریم گاهی دل آمادگی داره، هر چیش بگی میپذیره. گاهی هم دل پس میزنه. وقتی که دل پس میزنه وقت نصیحت نکن. وقت نصیحت نکن. دیگه چی؟ بصیرن به مکر نفس. بفهمه که نفس کالا سرش میده. چون آدم خودش هم نمیفهمه ده. گاهی وقتا کارش نفسه. ولی خیال میکنه که بندگی خدا میکنه. عزاداری میکنه. از جمع مصاحبه کنی میگه برای امام حسین. به عشق امام حسین عزاداری کنی. راست هم میگه. اما همین عزاداری هم ممکنه نفس توش باشه. دلش نگیم آقا جون شما عزاداری میکنی. هیچ میدونی ظهر عاشورا خود امام حسین سر نمازه. 30 تا تیر به آغاز دادن روز عاشورا ولی نمازشو خوند. شما الان تو خیابون هستی یه موکتی یه برزنتی یک گونی چیزی ببرید. تو که رئیس هیئت هستی این تشکیلات رو میندازی، یه امکاناتی با خودت ببر هر کجا زور شد وسط خیابون نماز بخونید. البته به طوری که یه ماشین هم بتونه رد شه بره استراحت. آقا ما خواسته باشیم نماز بخونیم دستم به هم بخوره. ببینید دیگه دستم به هم بخوره، به هم بخوره. اصل برای شما نمازه یا اصل برای اینکه دستم به هم بخوره؟ چیزی برای ما دکون نباشه. بارها من اینو گفتم یه بار دیگه بگم. امیرالمومنین آمد خونه یتیمی، هر چی به یتیمی گفت عزیز پسر جون آقا زده، هر چی گفت آقا زده عزیز عمو، مثلا هر از این شبیه کلمات فرزند. این بچه یتیم هم تو نگاه کرد. حضرت امیر خیلی ناراحت شد. یتیم چقدر غم گرفتهش، نمیتونه بخنده. با زانوها و دستاش مثل بزغاله را رب با یتیم خندید. یکو آقا بده تو میدونی شما که هستی رئیس حکومت اسلامی هستی صدا بزغاله میکنی؟ فهمون هر کاری کردم بچه نخندید. تشخیص دادم خودمو بشکنم صدا بزغاله کنم یک یتیم بخنده. گاهی آدم باید هیئتشو بشکنه. نماز اول وقت هرچی میخواد بشه بشه، هرچی میخواد بشه بشه. نماز اول وقت خود امام زمان سر نمازه، امام حسین سر نمازه. تو حرف حسابی چیه تو خیابون؟ شما که عزادار امام حسین هست باید پرچمدار نمازم باشید. ما در ایران یه چیزی داریم انرژی هسته‌ای به نام یا حسین. تا میگیم یا حسین 70 میلیون سیاپوش میزنن تو خیابون. چی همچی اهرامی داره؟ یک انرژی هسته‌ای داریم حجه. ولله علی الناس حج البیت. خلاص مستطیب بره مکه. هر سال یه میتینگ 2-3 میلیونی با عشق با پول خودشون کفن پوشیده سر ترشیده لبیک همه با یک زبون دوریه محور. یه حج انرژی هسته ای. کی میتونه با یه نیم سطر کلمه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه جمله 10 کلمه ای بعد 1400 سال میتینگ چند میلیونی را میندازه؟ از زن و مرد پیر و جوون عرب و عجم و همه. ما اسلام رو نشناختیم. خیلی اسلام قدرت داره. با
با امام حسین ما میتونیم انقلاب رو صادر کنیم، اسلام رو صادر کنیم. امام حسین یک کلمه یاد امام خمینی داد، امام خمینی هم ایران رو نجات داد. امام حسین فرمود خون بر شمشیر چی؟ پیروز است. بنی امیه گفت من شمشیر دارم، امام حسین گفت من خون دارم، خون من شمشیر تو رو میشکنه، خون بر شمشیر پیروز است. این پیام کربلاست. امام حسین یعنی 30 تا تیرم اگر بزدن دست از نماز بر نداره. صابرن کسی هم معروف کنه باید حوصله کنه. ولش کن، من گفتم گوش نداد. بابا گوش نداد یا بر دیگه بگو. قرآن میگه لقد صرفنا، صرفنا صرف و نحو شنیدید، یعنی یک کلمه رو در قالب مختلف بیاریم. مثلا یه ضربه رو بگیم ضربه، ضربا، ضربو، با یک کلمه مختلف به چیز در بیاریم و در قالب های ولقد صرفنا القرآن، یعنی ما مطالب قرآن را در قالب های مختلف گفتیم. اگر حرف زدید گوش ندادن یکی دیگه میگه. خیلی وقتا میگه آقا من بهش گفتم گوش نداد. مادر اومده میگه آقا بچم دانشجوه یا دبیرستانی یا شوهرم، یا شوهرم میگه همسرم، پسرمون، پسرقالم، هر که میگه آقا من بهش گفتم گوش ندادم. میگم آقا ممکنه تو گوش ندی، ببین این مرید کیه، ممکنه یکی دیگه بهش بگه گوش بده. شما اگر در سفره یه شیشه نوشابه دیدی دروانکه نتونستی داشت بکنی دور میدازی، میگه من نتونستم، شما دور سفره میچرخونیم تا یکی واکنه. نمیگیم حالا که درش شد دور انداز شیشه آب لیمو رو. اگر یه کسی حرف شما داشت اثر نکنه ببین حرف کی داره اثر میکنه. میگه صابرن، صابر یعنی مقاومت کن. بهش گفتم گوش نداد کافی نیست، دوبار بگو، سه بار بگی. خیلی چوبا با تبر اول نمیشکنه ولی تبر دهم میشکنه. لا یک او فیهم، انتقام نگیره. حالا که تو گوش به حرف من ندادی منم به دوام نمیدم. من پرو گفتم همچی کنم چی نکردی، منم تو عروسی نمیام. حالا یک نصیحتی کردید گوش نداد، شما انتقام نگیردش. ولا یشکو، شکایتش هم نکن، چون شکایتش کنی غیبتش میشه. آقا فلان میبینی راه خلاف میرم، بهش گفتم گوش نداد. خب این که میگی گوش نداد یعنی چه؟ غیبتش میکنی. شکایتش نکن که ممکنه غیبتش بشه. لا یستعمل الحمیه، تأثیرم، من پدر بزرگم، من مادر عروسم، من مادر دومادم، من رئیس قبیلم، من کت خدام، من چون یه عنوانی دارم، من روحانی، گفتم گوش نداد، ولش کن دیگه. تعصب قبیله‌ای، نژادی، لباسی نداشته باشید. حالا که گوش نداد حرف من رو زیر پا گذار، بگذره، کار خلافی که، اما شما تعصب نداشته باش. متاسفانه ما روزم که میخوایم بدیم میگیم بریم محله خودمون، نمیگیم کجا بیشتر استفاده میکنیم، میگیم بریم محله خودمون. تعصب محلی، تعصب لهجه‌ای، بریم جلسه فلانی. البته این تعصبا یه جاهایی هم خوبه. مثلا فرض کنید که تبریزی های مقیم تهران، کاشانی های مقیم تهران، زنجانی های مقیم تهران، یا نمیدونم آذربایجانی های مقیم مشهد، گاهی اینا دورم جمع میشن، همدیگه رو میشناسن، یه کمک هم میکنن. بعضی جا خوب هستن، یک کسایی رو امام حسین جذب میکنه که شاید در طول سال اینها جذب نشن. خون امام حسین کار خودشو کرد. بازی قصه رو بگم، شاید هم شنیده باشید. خیلی مشکله بعد 34 سال آدم خواسته باشه حرف بزنه و هیچ کدوم حرفاش تکراری نشه. بالاخره آدم مثل یه تاکسی که صبح توشون میخواد رانندگی کنه، بالاخره تو کوچه قدیمی ها میخوره گزارش بزنه خیابونا بونا. بنده خدای بود، نماز مغرب رو میخوندن، بعد از نماز زیارت عاشورای مثلا میخوندن، بعد سخنرانی، بعد عزاداری، بعد شام. سر کوچه یه چند تا آدمای رنگ و رنگ بودن، اینا هیچ کدوم نه، فقط وقتی شام میمدن، ساعت آخر میمدن سر سفره. این صاحب خونه گفت آقا
شما نه نماز آمدید، نه زیارت عاشورا، نه سخنرانی، نه عزاداری، فقط وقت شام میای. اینا بهشون برخورد، گفتن دیگه نمیای. پاشن رفتن، شام نخوردن. شب امام حسین آمد به خواب صاحب بانی، گفت اینا مشتریامنن، چرا ردشو کردی؟ اینا در طول سال تو خونه تا نمیان، چون پرچم من بال سر دره میان، چون یا حسینه میان، اینا مشتری ها منن، شما چرا اینا رد کردی؟ گفت آقا عذرخواهی میکنم. فردا شب رفت در کوچه، آقا من دیشب به شما گفتم چرا فقط برای شام میاد، امام حسین منو توبیخ کرد، گفت اینا مشتری ها منن، تشریف بیارید. اونها هم عوض میشن. انتقام نگیریم، تعصب نداشته باشیم، دعوتون با عمل باشه، یعنی با عمل دعوت کنیم نه با حرف. خب حال میگی گفتم عمل نکه، سنت خدا اینه که مردم آزاد بشن. بالاخره قرآن به پیغمبر میگه بگو قل، بعد میگه و انتولا، بعد از کلمه قل میگه و انتولا خیلی جا، یعنی تو اینو بگو، اما ممکنه یه دو گوش ندن، مردم آزادن. ایتونی که شما که از دلی مجبور بشن، مردم خدا سنت خدا اینه، برنامه خدا اینه که مردم آزاد بگذره. گاهی باید منتظر فرصت دیگه باشیم، یعنی الان نمیشه، وقتی دیگه. پیغمبر ما وقتی آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، یه غذای درست کرد، فامیلا رو دعوت کرد، نبوت خودشو مطرح کرد. ابولهب پاشو جلسه رو با یه برنامه منحرف کرد. حضرت فرمود دیگه تو این جلسه نمیشه از نبوت گفت. خب باشه جلسه تعطیل، یه آبگوش دیگه درست کنیم. یعنی گاهی وقتا تو یه جلسه تو یه شرایط نمیشه، با شرایط عوض کرد. وقت من تمام شد. سعی کنیم بزرگترین معروف ها نماز است. وامر اهلک بالصلاة، وامر دوتاش میگه وامر، وامر بالمعروف، وامر بالصلاة. این پیدات بالاترین معروف نمازه. هیئت های عزاداری نماز را عنایت داشته باشید. برنامه ها یا با نماز ختم بشه یا با نماز آغاز بشه. جوان ها که تکیه میزنن بیرون مسجد، مسجد راه نکنن، یعنی امام حسین یه دکونینی در مقابل مسجد، امام حسین بنده خداست نه رقیب خدا. ایتونی که حالی که ما تکیه زدیم نمازم تو تکیه میخونیم، نماز تو مسجد بخونید، برگردید تو تکیه یا مسجدیان برن تکیه. خدای کسانی که در طول تاریخ عزاداری کردن از دنیا رفتن، همه را از سایه با امام حسین محشور بفرما. آمین. و همه کسانی که امسال و سالهای بعد عزاداری میکنن، از یاران مخلص امام زمان و امام حسین قرارشون بده. آمین. در جامعه ما روز به روز معروف ها را بیشتر و منکرات را کمتر بفرما. آمین. ما را آمر به معروف و ناهی از منکر قرار بده. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله. آمین.